جلسه ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در 31 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. در این جلسه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، یک بار دیگر افزایش اعدام‌ها و فشار سرکوب جامعه بهائیان در ایران را محکوم کرد. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از ژنو با ماست. نیلوفر، تو این جلسه بودی، بیشتر از گزارش احمد شهید و البته واکنش ایران به این گزارش بگو. بله، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که تو سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر، یعنی 966 نفر در ایران اعدام شدن که 500 نفر از اونها به دلیل جرایمی که مرتکب شده بودن مرتبط با مواد مخدر اعدام شدن. احمد شهید همینطور نسبت به پایمال شدن حقوق اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرد و به خصوص تبعیض سیستماتیک علیه اونها و همینطور آزار و اذیت بهائیان و خانواده اونها رو بهش اشاره کرد و ذکر کرد و صحبت کرد در موردش. گفت که ایران تو این سالها بزرگترین زندان روزنامه نگاران و بلاگران و فعالان مدنی بوده. از آمار اعدام نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد که بیشتر از هر کشور دیگه عضو سازمان ملل. از طرف دیگه استقبال کرد از انتخاباتی که در ایران برگزار شده و مردم در اون شرکت کردن، از انتخابات مجلس و شورای و همینطور خبرگان رهبری، ولی با این حال انتقاد کرد از رد صلاحیت‌های گسترده که قبل از این انتخابات انجام شده بود. گفت که ایران قدم‌های مثبتی برداشته برای اصلاح برخی از قوانین، ولی در کنار اون هم برخی از این طرح‌هایی که مطرح کرده به تصویب نرسیده یا اجرایی نشده. همینطور از زندانی بودن وکلایی که جرم اونها برای بودن در زندان در حال حاضر دفاع از فعالان مذهبی یا روزنامه‌نگاران هم هست انتقاد کرد. از طرف دیگه ایران آقای کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر حضور داشت، از این گزارش طبعا انتقاد کرد، گفت که با مکانیزم‌های حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده و انتصاب گزارشگر ویژه رو تبعیض‌آمیز خوند و گفتش که این فعالیت گزینشی و سیاست‌زده و غیر عادلانه است و اینکه خواست که این ماموریت پایان پیدا بکنه. ماموریت آقای احمد جهید چند وقت دیگه پایان پیدا میکنه. تو این 5 سال ایران نتونسته بره، ولی به هر حال فعالیت‌ها رو ایران رو رصد کرده و امیدواره که تمدید بشه ماموریتش. نیلوفر، به واکنش نماینده ایران اشاره کردی، اما میدونیم که به غیر از نمایندگان کشورها، NGO ها و انجمن‌های فعال در زمینه حقوق بشر هم در این جلسه ها حضور دارن، صحبت کنن. اونا چی گفتن راجع به گزارش آقای شهید؟ بله، نزدیک به 30 انجمن و سازمان غیر دولتی ایرانی و غیر ایرانی، چه از ایران چه از خارج از ایران، برای صحبت در این جلسه ثبت نام کرده بودند که به همه اونها وقت نرسید که صحبت کنند. یکی از انجمن هایی که صحبت کرد جامعه بهائیان ایران بود. قبل از این جلسه با خانم سیمین فهندش، نماینده جامعه بهائیان ایران در ژنو، صحبت کردم. در مورد گزارشی که به این جلسه ارائه میدادند اشاره کرد که این گزارش بیشتر بحث فشارهای اقتصادی بر بهائیان ایران، از جمله بسته شدن 80 مغازه و محل کسب و کار بهائیان رو مورد تاکید قرار میده، از طرف دیگه فشار برای تحصیل اونها رو، و از طرف دیگه NGO هایی هم از ایران اومده بودن که صحبت میکردن در مورد فعالیت هایی که تو ایران دارن انجام میدن، اینکه وضعیت اونها بهتر شده و تلاش میکردن نشون بدن که درست مشکلات توی ایران وجود داره ولی اونها دارن کار خودشون رو میکنن و خواستار این بودن در مجموع که وضعیت حقوق بشر سیاسی نباشه، که کار اونها رو هم در ایران سخت نکنه. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از ژنو با ما بود. ممنون نیلوفر.